شاید هستیم کمتر از دو روز از برگزاری دادگاه یوان فلودروس، شهروند سوئدی و کارمند اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی یک شهروند دیگر سوئد رو بازداشت کرده. آیا این تداوم همون سیاست گروگانگیری و در نهایت باجگیری جمهوری اسلامیه؟ بدون تردید. ببینید، یک چیزی رو که باید متاسفانه قبول بکنیم اینه که این سیاست جمهوری اسلامی کار هم کرده. یعنی هر زمانی که جمهوری اسلامی با اهداف مختلف، گاهی وقتا برای پس گرفتن پولهای بلوکه شدهش، گاهی وقتا به عنوان یک کارت روی میز مذاکره، مانند آن چیزی که در برجام روی داد، و گاهی وقتها هم برای آزاد کردن کسانی که به عنوان تروریست میفرستاد در خاک کشورهای غربی، به ویژه اروپا می آمد و شهروندان اون کشورها رو به گروگان می گرفت. دیدیم که موفق شد در زمینه گرفتن پول از بریتانیا، موفق بود به عنوان کارت بازی در قضیه برجام، موفق بود. اسدالله اسدی دیپلمات تروریستش رو تونست تحویل بگیره از بلژیک با زندانی کردن یک شهروند بلژیکی. بنابراین این سیاست همونطور که اشاره کردید ادامه سیاست گروگانگیری است و جمهوری اسلامی این بار هم امیدوار است که بتونه با گروگان گرفتن هرچه بیشتر شهروندان سوئدی، به خاطر اینکه میخواد دستش پرتر باشه در مذاکرات، حمید نوری رو از چنگال عدالت آزاد بکنه. هیچ دلیل دیگری نمیتونه داشته باشه گرفتن این افراد سوئدی و اتهام های جاسوسی بهشون زدن و در معرض احکام زندان طولانی مدت قرارشون دادن. فراموش هم نکنیم که آقای احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، هم زیر حکم اعدام قرار داره. بنابراین اینها رو جمهوری اسلامی سعی میکنه که به عنوان اهرم فشار علیه دولت سوئد استفاده بکنه. آقای قفوری، در مورد یوهان فلودروس که هم اکنون در ایران برای دادگاهش شاهدش بودیم که برگزار میشه، در نهایت مقامات اروپایی نبودن که خبر رو رسانه‌ای کردن، این رسانه ها بودن که اون خبر رو منتشر کردن. حال ببینیم که به هر حال شهروند دیگری بازداشت شده. آیا ما شاهد یک نوع انفعال از سوی اروپا در برابر ایران هستیم؟ انفعال بدون تردید. من در بعضی از مواقع که در همین مورد اتفاقا از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا سوال می‌کردم، می‌گفتند که در بسیاری از موارد اگر خانواده فردی که بازداشت شده در ایران نخواهند که مسئله رسانه‌ای بشه، مقامات اروپایی این کار رو نخواهند کرد. اما برای شخص من به عنوان یک ناظر بیرونی این کافی نیست، به خاطر اینکه مسئله شخصی نیست، یک مسئله دیپلماتیک است، مسئله سیاست بین الملل هست. اروپایی‌ها بیشتر امیدوارن که بتونن از کانال‌های مذاکرات پنهانی شهروندانشون رو آزاد بکنن، برای اینکه فشار رسانه‌ای یا فشار افکار عمومی روشون کم بشه. یعنی خیالشون راحت‌تر میشه که فشار افکار عمومی نیست روشون، و خب این از دو جهت ایراد داره. یکی این که جمهوری اسلامی خیالش راحته و دیپلماسیشو ادامه میده، دیپلماسی گروگانگیریشو منظورمه، دیپلماسی کثیف رو در واقع، و از جهت دوم به نظر من این امکان رو میده که امتیاز بگیره جمهوری اسلامی از اروپایی ها. بنابراین ادعای ترجیح ها، اگر کوتاه بفرمایید، آیا موردی هم بوده که برای با این سیاستی که اروپا در نظر گرفته موفق شده باشه در روندی که خواستش بوده؟ ببینید، در بسیاری از موارد ما چندین شهروند اروپایی داریم که حتی اسمشون رو هم نمیدونیم، فقط میدونیم بازداشت شدن و میدونیم که بعد آزاد شدن. در بعضی از موارد هم مانند اولیویه فاند کاستل دیدیم، به رغم اینکه یک مدتی خبر رو پنهان کرده بودن، حتی ما اسمشون نمیدونستیم، تا زمانی که نتیجه نگرفتند او رو آزاد نکردن. تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد اروپایی ها برای پس گرفتن شهروندانشون آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواست رو کم یا بیش به او داده اند. برای همین هم اشاره کردم که این دیپلماسی متاسفانه موفق بوده. شما اگر به یک گروگانگیر هر دفعه باجی رو که میخواید بدید، دفعه بعد هم همون باج رو از شما طلب میکنه. درسته. یک اقدام هماهنگ نبوده متاسفانه در قبال جمهوری اسلامی در این مورد. آقای قفری، یک دقیقه فرصت داریم. شما در پاسخ اولتون اشاره کردین به چندی موارد از شهروندان کشورهای مختلف، دیدیم که اقداماتی که تاکنون صورت گرفته نتونسته مانع این رفتار جمهوری اسلامی بشه. اروپا و به طور کل جامعه جهانی چه ابزاری در دست داره که تاکنون در مقابل این سیاست جمهوری اسلامی انجام نداده یا میتونه انجام بده که مانع موارد بعدی بشه؟
ببینید فشار یک پارچه، اینکه جدا جدا کشورها میرن مذاکره میکنن برای پس گرفتن گروگان هاشون، آمریکایی ها جدا، بریتانیایی ها جدا، آلمانی ها جدا، بلژیکی ها جدا، همه اینها به صورت جداگانه برای اینکه به هر سیاستمدار افکار عمومی کشور خودش براش مهمه، میخواد شهروندشون رو برگردونه، میرن و جدای از هم دیگر معامله میکنند. یک سیاست یک پارچه باج ندادن همراه با تاوان گرفتن از دولت گروگانگیر، یعنی به خاطر عملی که میکنه تنبیه جدیش بکنن، دیپلمات های خودشون رو فرا بخوانن در اقدام هماهنگ از خاک ایران. این فشارهای دیپلماتیک میتونه مؤثر باشه. تا الان از این فشارها استفاده نکردن، نه یا در واقع به آزمون نگذاشتند چنین روشی رو. من فکر میکنم که اگر این فشار رو جدی بگیرند و اخطار جدی بدن به جمهوری اسلامی که باج نخواهیم داد در قبال این سیاست، یک بار برای همیشه میشه که از این رفتارها جلوگیری کرد. بله، سپاسگزارم از توضیحات و حضور شما. کامبیز قفوری، خبرنگار آزاد، مستقیم از فنلاند.